عجیب و نادرست به کله من میزنه. امروز هم همین اتفاق افتاد. یهو نشستم گفتم چطوره که یه غذای انیمه ای درست کنم، از اونجایی که من آشپزیم فوق العاده است و الان فقط مونده که غذای انیمه ای دیگه، مثلا ژاپنی و اینا. اون یکی قرمه سبزی قیمه عدس پلو رو درست کن. خب از اونجایی که توی رشته آشپزی ایرانی نمره 20 رو گرفتم و تایید همه آدمای درست حسابی هستم، به خاطر همین زدم تو کار انیمه. الان میخوام نیکومن درست کنم. حالا بعضا بهش نیکومانم میگن، ولی ما نیکومن میگیم که تو بیشتر انیمه ها هست. چی هست؟ چی توشه؟ ببین، خمیره توش، چیزه، گوشتخیده خوکه، ولی ما خوک نمیخوریم. تو ممکنه بابا اون غذاشونو تو بهترین رستورانشون نمیشه خورد. ما توی نوپا میخوای درست کنی؟ آره. بعد حالا ببین نوشتم، بیا بریم که پیدا کنیم. بیا سوتیان نمیخوام قسمت لباس فروشی بودی. اول ببین، سویا سس میخوای؟ خب بعد میدونی پیدا کردن هر کدوم از اینا خیلی خیلی سخته. بعد ببین همه شو، انقدر دختر زرنگی هستم تو به من گوش بده، همه شو رفتم توی اپ والمارت چک کردم که یه سری هاشو، خیلی هاشو اینجا داره. الان فقط باید بگردیم ببینیم کجا. اینم که مسئولیت شما، بفرما. اولین آیتم آرت. آیتم دوم سسامی اویل. پتینه من. تو پیدا نمی کنیم ایچیو سوسا کجا؟ سوسا لایی سوسا باید باشه. سوسا نمیدیم. بگیم پادر چی؟ یک پاودرم پیدا نکردم. بچه ما اومدیم زرنگی کردیم، رفتیم توی اپلیکیشن خود این فروشگاه، تمام چیزهایی که میخواستیم رو پیدا کردیم. قرار شد که بین ساعت 6 تا 7، الان 5 و نیمه، آمادش کنن، بعد بریم از صندوق تحویل بگیریم. از صندوق تحویل میگیرم؟ نمیدونم، از هر جایی که باید تحویل گرفت، به خاطر اینکه خیلی داشت طول میکشید گشتن ما و ما هم که میدونید اینقدر تنبلی، اون اینقدر تنبلی اجازه نداد. الان فقط باید جینجر رو خودشو کلم بگیریم. آره، چون باید یه ذره رنده بشه. کلم بگیریم. چه سگی میخوای درست کنی؟ آره اونو بگیریم. ببین با جاش میندازیم سطل آشغالا درست کردی. ما چی اینجوری میگی؟ خب یادت فلافل، فلافل با لپه درست کردی؟ همش تجربه است. چقدر تنده. گم شو اونجا. چه خودت میخوری واقعا اینو به عنوان غذا؟ بدمزه است. چقدر تنده. تنده تنده. از این کوچیکتر؟ اما بسه بسه؟ آیتمه نمیدونیم چندم. داده که دیگه جینجر یا همون؟ جینجر، فارسیش من واقعا نمیتونم بگم. زنجبیله دیگه؟ زنجفیله. بیله یا فیله؟ زنجفیله یا زنجبیله؟ جای جینجر ما میتونیم سیر بزنیم که ایرانیزه تر شکار. نه بابا تا بتونیم بخوریم. برو. خب پس موقع همونو بندازیم سطل آشغال. آره؟ آیتم بعدی کلم. خیلی نگاه میکنه، خیلی. ما از اونجایی که بخار پز نداریم از اینا میگیریم میذاریم روی قابلمه که اون گنبولی گنبولی ها رو بچینیم اون رو آب پز بشه، بخار پز بشه. مطمئنم خوشمزه است. بعد بگیم آیتم بعدی پیاز چه؟ یعنی
یعنی یه کلمه رو نمیتونه بگه. دو دفعه بهش گفتم بگو. Next item. قارچ. ببین خودش گفته با قارچ مخصوص باید باشه. خب ولی من گفتم چه کاری، چرا من سخت بگیری قارچ معمولی. کوکو بریم. جینجر هم اصلا جینجر رو بدوسی و برجی برش تشتی از این تو بابا زشته، من دارم علکی میگم. جینجر 20 سنت. ببین یه چیزی هم من باید لحاظ کنم. لحاظ کن این که وقتی من میخوام یه غذایی رو درست کنم کاملا تنینیزش میکنم. میرینی توش؟ نه ممکنه که بخوام امضای کار خودم رو داشته باشم. ببین ما تش که میخواییم غذا رو درست که شد شیک قشنگ تزیین کنیم بندازیم تو زد لاش خاله همونو. تقصیر شما سنگاپور روش کردی. بچه ها ما برگشتیم خونه، خریدار رو گرفتیم و یکی از سوسا رو دیگه گفتم بلش کنه میخواد بخریم. سوسا چی بود؟ اسمش یادم نیست. کاری که ما الان باید بکنیم بگو دیگه. الان من از توی لپتاپ طرز تهیه نیکومن رو میبینم. خب امیدوارم که اسمش رو درست بگم. بعد در حین این که من دارم غذا رو درست میکنم بچه ها چند تا سوال توی تلگرام از همون پرسیدن. من ازشون خواستم البته با اونا هم شاید یه سری هنوز توی کانال تلگرام نباتن. کاش چیز واضح تر روی بچه ها شاید یه سری هنوز توی کانال تلگرام نباشن. پس این یه تلنگریه برای اینکه بیای تو تلگرام. بفرما لینک کانال تلگرام بچه ها تو همین ویدیو رو که دارید میبینید ببینید تو قسمت دیسکریپشن لینکش اونجاست. همین جوریش کلیک کنید فرد میافتید کانال تلگرام. این آماده است. بله. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که خمیر رو درست کنیم. بعد این ممکنه که طرز تهیهش کلن عوض بشه. خب نه حالا کلن ها، ولی میخوام بگم که ممکنه که یهو قاطی کنم عوض کنم طرز تهیه رو. ایران نیزش مثلا یه چی بخوریم دیگه برکت خدا حیف نشه. باید ببینم فقط ببینم بگو 300 گرم آرد چقدر میشه به لیوان که این الان کلش چند گرم؟ این کلش 900 گرمه دیگه، یک سوم اینو باید بریزی. خب بگو ببینم یک سومش الان خوبه. فقط این که تو دست و پای من باش بیاییم بر. سوال شوگر. سوال اول نمیشه سلام محمد و تعین عزیزم، میشه لطفا قصه گرفتن گربه هاتون رو بگید که چجوری شد سه تا گربه گرفتید؟ عملش رو تو باید بگید که چجوری شد. الان دارم شکر رو اضافه میکنم بچه ها، ولی شکر ما چیزه بگو رژیمیه. ما یه گربه داشتیم، یه گربه پرشین داشتیم. اون ما که رفتیم دیگه خونه خودمون موند خونه تنینا پیش مامانش، دیگه مامانش وابسته شده به اون دیگه، اون مون اونجا. منم چون خیلی گربه دوست داشتم یه روز بی خبر رفتم طلا رو گرفتم، طلا که مادر بچه هاست، آوردم تو خونه. تنینام خوشش نیومد اولش، این دوستش نداشت به خاطر اینکه میگفتن که اگه قرار گربه داشته باشیم چرا مانلی رو نیوردیم. مانلی اون گربه اولی هست، پرشیانه. آره اون پرشیانه، اون همسن رابطه من و تو همین رو نسبی رابطه عقدی اونا. آره بعد دیگه طلا اومد، من اولا اصلا بهش اهمیت نمیدادم، حتی صداشم نمیکردم، اسم رو حتی براش دوستانشم انتخاب کنم. بعد یه مدت انقدر خودشو قشنگ تو دل من جا کرد اصلا باورتون نمیشه. بعدش بشم ایشالله کوکی و دکمه هم که بچه های تلان دیگه، تلا زایید دوتا، این شد که سه تا گربه داریم. خانوادن یعنی بعضی ها فکر میکنن جدا جدا که آره. ارسی سلام سکین، امیدوارم خوشحال باشید. مشکل پشت آقا محمد هم برطرف شده باشه که اونم رو میگه و آره دیگه. یه کاری که از نوجوانیاتون دوست داشتید یاد بگیرید و هنوز هم فکر میکنید دیر نشده چیه؟ مثلا یه ورزش یا موسیقی یا چی؟ تو چی؟ من به نظرم تنیس. تنیس که بلدم. نه مثلا پیانو زدنم شاید یه روزی دوست داشته باشم یاد بگیرم. اوه یعنی ممکنه که انجام بدی؟ خیلی ممکنه. بچه ها نمک، اونم چای خوری یه کیونس. من این چیز ریخ سکینه. چی؟
مخمر ریخ. خب همونه دیگه، گرفتیم دیگه. من از چقدر موند بده آبجو بندازیم باش. واو چقدر تو نمک. من فکر میکنم نمیدونم، میدونی خیلی دوست دارم که یه سازی بنوازم، همیشه خیلی دوست دارم، یعنی همیشه اینجوری هم که کاشم بچگی یه سازی رو یاد میگرفتم، ولی فکر نمیکنم که در آینده بتونم یاد بگیرم، چون همیشه تو گوشم بوده که از بچگی باید یاد بگیرم. خب آقا سازم داریم، تو ساز مثلا ستاره انتخاب کنی سریع یاد میگیری. نه مثلا ستار بعد یکی دو ما میتونی آهنگ بزنی. پیانو دوست دارم. سخته. ویالون دوست. ویالون هم از 3 سالگی شروع میکردی، تازه الان میتونستی آهنگ بزنی. ویالونسل دوست دارم. دیده نمیشه دیگه، بخاطر همین ناامیدم تو ذهنم، یعنی اجازه نمیدم به خودم حتی راجبش رویا بافی کنم. مطمئنی؟ یا باشه باید غذاخوریه؟ خب سوال بعدی، نمیشه تنین بین بچه ها، نمیشه تنین بین بچه ها فرق میذاره؟ اگه آره کدومشون رو بیشتر دوست داره؟ آره بچه ها فرق میذاره؟ و کوکی چون پسره بیشتر دوستش داره. نه واقعا اینا پسر دوستن کلا. واقعا اینجوریست، این به خاطر اینکه مسخره است این حرف رو میزنه. واقعا اینجوری، حالا من میدونی توقع داشتم کیو بگی؟ توقع داشتم طلا رو بگی. نه کوکی رو بیشتر. نه واقعا یه مادر نمیتونه بین بچه هاش فرق بذاره، ولی من با طلا یه جور دیگه رفتار میکنم، به خاطر اینکه نه که حالا متفاوت ها، احساس میکنم طلا خیلی عاقل تر از دکمه و کوکیه. از سلای من همشون. سوال بعد نوشته چه کرمی دارین که دیر به دیر اکسپلو گردی میذارین؟ آخه دیر به دیر بچه، اول کلن من دوست ندارم که مثلا از این کانالایی باشم که هر روز ویدیو میذارن، چون حس میکنم که میبینید هرچی بیشتر الان ما ویدیو بذاریم خب از اون و بیشتر پول در میاریم، ولی من دوست ندارم اون کارو بکنم، دوست دارم کم گویم گزیده گویم. یه قاشق روغن آووکادو من دارم زر میزنم. کلن که دوست دارم کم ویدیو بذارم، از اون برم مشکل نشستن دارم دیگه، ولی حالا خوب شدم خدا رو شکر کامل، بیشتر میذارم، ولی نه اونقدر که بخوام هر روز و یه روز در میون بذاریم. نه روغن آووکادو تموم شد. بعد یه مسئله دیگه، بچه ما اکسپلورگردیا رو طولانی میذاریم دیگه، مثلا جا اینکه تو هفته 3 ویدیو بذاریم 4 ویدیو بذاریم، یه دونه طولانی میذاره. ببین این میگه که 160 میلی لیتر واتر. از کجا ما اندازه بگیریم؟ توی تنه سرچ کن 160 میلی چند لیوان میشه. الان روغن رو ریختیم، مخمر رو ریختیم، بیکینگ پودر رو ریختیم، همه اینا رو تو آرد ریختیم. بعد این یه من روغن آووکادو ریختم، ولی خودش یه روغن دیگه بود، ولی محمد گفتش که عیبی نداره، منظور روغن سالمه. میشه تبدیل میلی لیتر به قاشق غذاخوری. 10 قاشق. 10 قاشق؟ 10.5 قاشق غذاخوری. نمیتونی لیوانشو بگی؟ نه. 10 قاشق خیلی زشته با. خدا خیلی زشته. الان ما باید بشمار. 2. بچه ها خیلی زشته با. 4. 10. یه نصف هم برست. یاد رو کامل میرزم اگه این وسط اشکالاتی هم داشت. به خاطر همون یه دونه. این با اون نیست، با دست باید چیز کرد. بیا بیدی کسبی. خب حالا میریم برای ورز دادن. پتی من میخوام برم تو. خب برو کنار من ورز دادن. نه تو دستات بده. خدا زیر ناخونام تمیزه. منم زیر ناخونام تمیزه. تو کنم اولین بار تو عمرت خمیر داری ورز میدیاره. نه اولین بارم نیست. بچه که بودم خیلی این کارو میکرد. چی درست میکردی؟ مامانم کیک و اینا درست میکرد. بعضی وقتا هم پیتزا درست میکردی. اوه با خمیر خونگی. خیلی قدیمه مثلا فکر کنم. بچه‌ها این تیکه ای شد. بدبخ شدیم. میخوای آب یه ذره اضافه کنی؟ آره این داره تیکه تیکه میشه. وای نرینیم توش. برو تو کارش. نمیشه پتی. وای راست میگی؟ خمیر نمیشه. خب بزن من. بزن من. چه بده یه دقیقه؟ چه نمیدی؟ یه دقیقه بده من. دوستم بایستن اینجا. یه دقیقه بایستن. او تو که نمیتونی. تشمیه بدی من دیگه. چیزایی از من فاصله بگیر.
قارچ آب نندازه. قارچ آب می... شاید به خاطر همین این اون قارچ انتخاب کرد. اون مشکلی نداره، ما میتونیم پختش نمیشه تنیم در آخر سیکان ساینمون پی پاین پاین میشه. مال ما چه شد؟ مال ما شده. آره مال ببینیم آقای دو هفته است مال ما شده. حالا خدا باز شما چی بخواد. حالا این نمیشه محمد فوتبالیه؟ نه بچه من فوتبال های مهم رو میبینم ولی فوتبالی نیستم. نه ولی اینجوری هم هست که اگه نبینه مهم نیست. آره. سوال بعدی نوشته زن محمد بودن چه حسی داره؟ خیلی خنده داره. مایه من مسخره پدرت هم؟ خنده داره. نه دیگه مثلا خیلی خوش میگذره. خوش میگذره. بعد خیلی میخندونه منو. بعد چرا که نه؟ منم خیلی میخندونمش. باعث میشه که خیلی خوش بگذره. نه تو منو خیلی نمیخندونی. خب منو میتونه بخندونه. خب با من کاری نداری. من برای من ایزم. خواهد آزشت صدا بکن. اینو صاف کن. هیچی نزنی توشم. این خیلی کم میشه سرخش کنم، میدونستی؟ من زیاد نمیخواد. آشه این خودش قارچ ها رو نمیپزه به خاطر اینکه یه نوع قارچ داره که احتمالاً آب نمیندازه، ولی ما میپزیم که خیالمون راحت باشه که آب نندازه. بچه ها ما یه بار این صحنه و صحنه های بعد از اینو گرفته بودیم و فهمیدیم که صدای ویدیو خرابه، واسه همین شما دارین الان این چهارتا اسم غذا هست؟ موچی. موچی چیه؟ نیکومن. این چهارتا رو اینجا میبینید، ولی قضیه از این قراره که خمیرمون باد نکرد اصلا و همون موند و اینکه وقتی خمیر رو ورز میدی و اینا چقدر احتمال میدی قابل خوردن باشه؟ خمیر تیکه تیکه میشه. ریدیم بشه واقعا نفهمم. چند درصد احتمال میدی بهش بخوریم میگه واو اشتباه فکر میکنیم؟ یه درصد؟ بابا خیلی تو دست و دلوازانه داری. جدی میگی؟ یه درصد از 100% احتمال میدی بشه خور؟ بعد واقعا اصلا خیلی امیدوارم. امیدت واقعا زبان زده واسه من. بعد اینجوری هم که چرا اصلا همچین ویدیوهایی میگیرم؟ هر چند سال یه بار، چند سال یه بار ندیالم، سالی یه بار من به ذهنم میرسه که یه غذای متفاوت درست کنم. من قیممونو بخوریم دیگه. آره انقدر ناامیدم که حتی دوست ندارم تست کنم ببینم خوشمزه است یا نه. یا یه گاز میزنم جان تو، یه گاز میزنم. لحظه ای که اینو بخورم و بدمزه باشه آماده گریه کردن من باش، به خاطر اینکه واقعا خیلی ناراحتم. حالا الان ما باید اینو بذاریم که بخار پز بشه. این چیه؟ خب درست بذار. بعد این رو وایسه. نه عزیزم باید بره تو. بعد این رو وایسه. نه باید بره تو. باید بری تو که بتونی درشو بذاری بخور. من فکر میکنم که لحظه ها دارن با من شوخی میکنن. این لحظه هایی که داره میاد و میره همجوری انگولکی منو میکنه و میره. بلم کن میذاریم این شوخ. چون نشد من میرم خودم رو میکشم. خدا اگه نشه ها. نه ایزم مگه خب نمیگی 1% امید داری؟ پس خیلی تو امیدواری. من داره گریم میگیره. حرف نزن با من. چرا؟ به خاطر این غذا بد شد؟ به خاطر اینکه نمیتونم یه غذای درست حسابی درست کنم. خب اینجوری که هر روز باید گریه کنی؟ نه. بچه ها اوه قیافه
غذا رو. ببین حالا ولی واقعا قیافش همین شکلیه. خب ولی اجازه حالا همین شکلی نیست. همونو با هم میخوریم، همونو با هم. ما که قرار نیست بخوریم که، همونو با هم میخوریم. منیژه از جوهانسبورگ پرسیده با هم دیگه دعوا هم میکنید؟ دعواتون چطوره؟ بچه ما یه پادکست راجع به دعواهامون داریم، میدونستی اینو؟ من اصلا یادم نمیاد. تیچت تو آنتالیا. اصلا یادم نمیاد. آره بچه ما با هم دعوا میکنیم. ببین میدونی مثلا کیا دعوا میکنیم؟ وقتایی که یهو مثلا جفتمون کلافه میشیم. بیشتر وقتا منم، به خاطر اینکه یهو میریزم بیرون و اینجوری هم که کلافگیمو نمیتونم کنترل کنم و بعدش با هم صحبت نمیکنیم، بعد ولی صحبت میکنیم. آره؟ آره. حالا تو این مورد در این مستراح بسته بمونه بهتره. خب باز کن. نه باز کن دیگه. نه بچه ها از تو هم سوال پرسیدن. آره دعوا میکنیم، خیلی دعوای شدید هم میکنیم. مثلا کم، مثلا هر یکی دو ماه یه بار یه دعوای شدید میکنیم، بقیهش دیگه معمولیه. بقیهش خیلی مسخره است، چند دقیقه‌ایه. آره آره. ولی اون دعوا شدیده مثلا شده ما یه نصف روز با هم قهر موندیم. اونجوری که وقتی زیاد قهر میمونیم یعنی دعوا خیلی شدید بوده که یک نصف روز با هم قهر موندیم، چون من بیشتر نمیتونم. خندم میگیره، بعد اصلا میرم منت کشی و اینا. این خیلی کم میاد منت کشی. بذارید در فاضلاب منطقه 5 بسته بمونه. مسعود از آلبانی نوشته سلام تنین جون، قصد داری در آینده جراحی زیبایی انجام بدی؟ با تشکر. اگر میشه آهنگ حالا بیا اینجا یه شادمهرم پخش کنید برامون. فکر نمی کنم، فکر کنم مثلا نمیخوای انجام بدی؟ نه اولا که مثلا اینکه نه نمیتونم انجام بدم. یعنی اوکی با این قیافت؟ بیادم. فکر میکنم اولین عمل جراحی که زیبایی رو انجام بدم شاید مثلا سنم بره بالا، مثلا 40 خورده اینا، مثلا من پلکم افتاده است، ممکنه که پلکم رو عمل کنم که دیگه اون موقع افتاده نباشه. تازه اون موقع اگه ببینم افتاده، بعد اصلا خیلی ها میگن اصلا شما افتادگی آموز اگر طالب فیضی. ببین اصلا افتاده ندارم، اینو فرق میکنم به صورتت که نخورمش. حتی از دیدن این که یه نفر دیگه داره میخوره هم حالم بد میشه. بده ببینم واقعا. نه عجیب نیش اتفاقا. تست نکنم؟ نه 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 بخور. فهمیدم خیلی بدتر از این باشه. راستشو نه واقعی. 1%؟ نه واقعا درست عذاب در اومد. جدی میگی؟ نه شوخی کردم، این دنیا آشغاله. سوال بعدی. مشتن این جونم. بابا یه لحظه وایس. بله. مثلا اینو تموم کنیم. خیلی بد از نظرت؟ نه. خیلی بد نیست. به نظر من خمیر خیلی کلفت در اومد. آفرین. خمیر خیلی کلفته. ولی اوکیه. مواد توش ایرانی طوره. به خاطر اینکه گوشت چرخ کرده رو چیز کردیم. ببین به زحمتش نمیارزه. نه نمیارزه. آره. اون مزه تندیش هم رفت زیر زبونم، بد نبود. خمیرش ببین مواد ما باید بخوریم. موادش خوشمزه است واقعا. نه؟ من بالاخره من نفهم. آره موادش خوبه. موادش خوبه. آره. اینو باید نازکتر میگرفتیم خمیرشو. دنگه چرا باد نکرد؟ آره خمیر اصلا یکی از دلایل این که خمیر الان خیلی تو چشینی که آره. باد نکرد. توش ولی ایرانی شده کاملا. مثلا فکر کن گوشت کرده پخته سموسه. سمیه از کرانه باختری پیام داده تنین جونم من قشنگ از موقعی که 7-8 سالم بود ویدیوهاتون رو میدیدم تا الان. اون موقعی که تو ماشین ویدیو درست میکردی. از 7-8 سالگی ما رو داره تا الان. اون موقع ما تو ایران بودیم، دوست پسر دوست دختر بودیم. الان چه الان بکنم 14-15 سالشه. هاشم از دهلی نو نوشته اسمت واقعا تنینه؟ نه خدایی واقعا. نه میفهم گرم. سکینه صدات میکنی؟ به خاطر اینکه سکینه صدا میکنین. آرمان روشن که یاد آرمان روشن خیلی بیشتر صدا میکرد، تو خیلی کمتری. آره ولی واقعا اسمم تنینه. تو شناستم واقعا تنینه؟ آره یا
موادش رو میشه نگه داشت بچه ها. خدا رو شکر فقط خمیره رو میده. روح الله پاریس نوشته فرض کنید باید که جاتون رو با هر زوج تو پرانتز کاپل شناخته شده ای، مثلا زوج سلبریتی، یوتیوبر، تیک تاکر یا غیره عوض کنید، با کی میخواید عوض بشید؟ ببین زوجا همه ریدن سلبریتی ها. نه آه. یه دونه زوج هست کارگردان عروس مردگان کی بود؟ بچه ها من باید اینا رو میذاشتم زیرش روغن کاغذ روغنی با هم میذاشتم. عیب نداره ببینید پس بدیم پولمون رو پس بگیریم. تیم برتون بودون. تیم برتونه دیگه. خانوم این اولین باری که من تو بچگیم دیدم خیلی خوش آمد ازش. توی چارلی و کارخانه شکلات ها بازی میکرد. مادر چارلی بود. خب دروغ نگو خدای توش اینجوری نیست. خب داری خمیر میخوری. اونجا من از زن خوشم اومد. خیلی از همه چیش خوشم میمد. زن واقعیشه. آره تو سریال اینا. چند وقت پیش فهمیده. بعد عروس مردگانم انیمیشن مورد علاقه منه. فهمیدم که این دوتا زن و شوهرم و یه زوج خیلی خوبن. و بعد مرد نقاشی هم میکنه، کاراکترهای نقاشیش خودش و زنشه. اسم زنشو یادم نمیاد. هلنا بونهام کارتر. هلنا بونهام. آره زنشه. مطمئنی؟ آره آره. ولی من یه پستی دیدم که شایع شده بود مثل که جدا شدن و امیدوارم که خبر علکی باشه. من خیلی دوستش جای اینا باشم. دوستش هم جای اینا باشم. تو مرده باشی، کارگردان و نقاش خیلی خوب، منم که بازیگر رو زیر دست تا. چرا که نه، به هر حال تو سلطان پا گذاشتن رو سر من رفتن بالایی. بابا حرف مبل نزن، بگو تو دوستش جای کی باشی. تو سلطان از من پله ساختنی. من هیچکی عزیزم. من بهش فکر نکردم. بازیگر رو فکر کن. فکر نکردم باید فکر کنم و جمیسا دوست دارم جای کی باشم. من دوست ندارم جای کسی باشم، بقیه دوست دارم جای من باشم. باری که نمیخواستم بگم ولی حرفت خیلی قشنگ بود. بچه ها نتیجه گیری این که دیگه چالش های غذایی برای خودم درست نمی کنم. این خط این نشون. نتیجه گیری این که هر وقت غذای متنوع و عجیب دلتون خواست رستوران. نه 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 شما مثل من نیستین. من خیلی اسکلم تو آشپزی. اصلا خودتون با من مقایسه نکنید. خب اگه کاری نداری من برم یه فکری برای شام بکنم. پایان اومد این دفتر. حکایت میتونم باقی همه رو باید جمع کنی. ممنون از حضور گرمتون آقای ربی. این ایده می که دادی. ولی ببین چون توش خوشمزه بود حالم خوبه. اه؟ آره گریه نکردم. جایتون باشه که من خیلی دوستتون دارم. خدافظ. زنده باشید.